سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر، کجای ایران و هر کشور دیگری که هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، ما شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آزاد شدن پولهای مردم ایران و احتمال واگذاری اونها به جمهوری اسلامی، واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم اونها به مسئولان جمهوری اسلامی در برابر آزادسازی گروگان های آمریکایی دو تابعیتی در ایران، آیا کمک به ادامه اقدامات جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی نیست؟ چه پیامدهایی در روابط پرتنش تهران و واشنگتن داره؟ و آیا علارغم آنچه که در ظاهر به تشنج تعبیر و تفسیر میشه، در پشت پرده بدبستان های میان واشنگتن و حکومت فقیه در جریان هست؟ و اینکه روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی زمانی گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، الان وضعیت کجای موضوع است؟ کدام یک از دو طرف غلط کرده یا به اشتباهات خود اذعان داشته و سرخم کرده در برابر طرف دیگه؟ پرسشی است و در کنار پرسش‌های دیگر به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. اعزام نیروهای آمریکایی به منطقه خاورمیانه با چه هدفی است و در اجرای چه سیاست یا حمایت از چه سیاست واشنگتن در منطقه است؟ میهمان این شماره تفسیر خبر آقای مرتضی انباری، دکتر مرتضی انباری هستند، از مدیران پیشین در وزارت دفاع آمریکا، مدیر برنامه ریزی های راهبردی در پنتاگون. و آقای مرتضی انباری گفتگوهای خودمون رو بعد از لحظاتی آغاز خواهیم کرد. خوش آمدید آقای انباری. با درود به شما جناب چالنگی و تشکر از تمام زحمات سالهای درازی که در راه آزادی و رساندن صدای آزادکانهای مردم ایران به گوش دنیا هستید. با تشکر از شما در خدمتم. سپاس از شما. سپاس بسیار از آقای مرتضی انباری گرامی که یکی از نمونه های برجسته توانایی های ایرانیان در خارج از کشور هستند، در وزارت دفاع آمریکا از مدیران ارشد بودند سالیان سال. آقای انباری عزیز، این پول هایی که الان هم گفته شده از کره جنوبی میره به سوئیس و از اونجا تبدیل به یورو میشه از دلار و بقیه جزئیات در این زمینه، اینو چطور شما اطلاعات دقیق تر رو از شما میشنویم؟ این پول ها قضیه چه هست؟ گفته شده که نظارت ما میکنیم که خرج اقدامات بشر دوستانه بشه، یعنی اعتراف هم کردن آقای بلینکن و بقیه که حکومت ایران، حکومت بقیه، اقدامات بشر دوستانه هم انجام میده. این هم هست درش. از شما میپرسیم اطلاعات بیشتر رو بفرمایید. جناب چالنگی، از اینجا برمیگرده که فشار ایران بر کشورهایی که به علت تحریم های آمریکا پول های جمهوری ایران رو مسدود کرده بودند، پول های ایران رو به خاطر جمهوری اسلامی مسدود کرده بودند، باعث شده بود که اونها شروع کردن فشار آوردن بر آمریکا. به ایران هم که به جز قطر دوستی رو نداره، قطر هم که میدونیم رابطهش با آمریکا چه رابطه نزدیک است، بهش گفتن آقا تو حاضری پولا رو جمع کنی زیر کنترل ما؟ قطر هم گفت بله، ما حاضریم جمع کنیم زیر کنترل شما. داستان اینه که ایران جمهوری اسلامی قبول نمی کرد با کنترل خزانه داری آمریکا مصرف انسان دوستانه و بدهی های ایران به سازمان های بین المللی رو بده. از زمان ترامپ هم آزاد بود و مقدار اونم واقعا معین نیست. جمهوری اسلامی اگه اسمارت بود میخواست برای مردم کار کنه، میتونست از مقدار زیادی از این پولا استفاده کنه، ولی با لجبالجی
به خامنه ای که ما واکسن نمیخریم، حتی دوره کرونا که 3 میلیارد دلار همتی تونست نگوشیت کنه که به اصطلاح پولهای برای واکسن آزاد کنن، آقای خامنه ای گفت با یک کلام میگم واکسن خارجی نمیخوایم، و صدها هزار نفر در ایران به خاطر این احمقی خامنه ای و عدم استفادهش از اون پول به خاطر غیرت و فلان. حالا نرمش قهرمانانه شده، آقایون برگشتن گفتن بدین، ما وضعمون خیلی خرابه، تو رو خدا بدین. داستان انتقال پول و کنترل پول و کم کردن فشار ایران بر بدهکاراست. اولا بدهکار بزرگ، اینا به قول آمریکایی‌ها میگن تیپ آف دی آیسبرگ، نوک سر یخ هستن. 50 میلیارد دلار چین بهشون بدهکاره که اصلا جرئت نمیکنن مقدارشو بیارن، ولی اونا میگن پول قراردادایی که بعداً میخوایم باهاتون ببندیم دارن میگیرن نگه داشتن. داستان اینه که اینا فشارهایی که ایران میآورد اونا رو کم کرد. بعد در داخل آمریکا هم فشار زیاده که تحریم هایی که بر نداشتید به اصطلاح فشارهای حداکثری چرا اجرا نمیشه، که در مورد این تانکره دیدیم که به گرفتن آوردن، ولی با یه سناریوی سیاسی که کسی خالیش نمیکنه به خاطر که جمهوری اسلامی تهدید میکنه ما تهدید، مجبور شدن اون تهدید رو قبول کنن و تخلیه کنن و حالا دارایی های اون به از طریق نیروهای قضات به کجا میره باشه. این آزادی پول ها هیچ نشده، تنها چیزی شده نرمش قهرمانانه جمهوری اسلامی از استفاده اینها و افزایش کنترل خزانه داری آمریکا برای تصمیم به اینکه آره یا نه باشه. اگر 50 بانک عراق این پولو داشتن، آمریکا نمیتونست کنترل و نظارت در به اصطلاح پولشویی داشته باشه. حالا جمع کرده قطر، دوستت میدونیم که رابطه اخیراً قطر هم با آمریکا، اگر کسانی در این مسئله بخوان اطلاع پیدا کنن، بسیار زیاد هست که این رابطه رو برقرار کرده برای کنترل بیشتر. حالا بحث هست که آیا مقدارش داره زیاد میشه یا کم میشه، بستگی به جمهوری اسلامی داره. اگه میخواد برای نیروهای نظامی بکنه نه، اگه میخواد برای دفعه پیش برای تسخیر سوریه و عراق کرد، حالا جلوش گرفتن، میتونه غذا و دوا و همه چیز مردمی که جمهوری میگه کمه به خاطر تحریما رفع بشه. مقدار اونه نمیدونم، ولی هیچ قانونی در تحریم ها عوض نشده و فشار بر بایدن از طرف مجلس سنا و هاوس دائم داره افزایش پیدا میشه، نه تنها از طرف جمهوری خواهان، حزب جمهوری خواهان، از طرف جمهوری خواهان و دموکرات ها همزمان این فشار داره اضافه میشه و به اصطلاح آمریکا در پوزیشنی نیست که بخواد، بقیلن بایدن در این پوزیشن نیست که بخواد زیاد به ایران باج بده. ولی داستان چیه؟ این بلنگوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو باز کرده که آقای علم الهدا بگه که آمریکایی ها خیلی ترسو هستن، برای 3 نفر ایرانی آمریکایی 6 میلیارد دادن، باز بشه و جمهوری اسلامی بتونه بر پایهاش نگه داره که من نمردم. خب آقای انواری، ببینید این که این میکانیزمای نظارت چطوری عمل میکنن؟ پول میره در قطر، الان پول رفته در سوئیس، از اون طرف هم اطرافی که شما اشاره کردید که اومدن فشار آوردن به بایدن که آقا کره جنوبی و بقیه و بقیه و که ما نمیتونیم تجارت بکنیم، این تحریما دستپاگیر هست و اینا، و بالاخره پولهای قبلی هم بوده که اوباما داده بوده، سر از بازار مسکن لندن و ترکیه و جای دیگه در آورده. این نظارت چطوری عملی خواهد شد؟ میتونن بهانه‌های بسیار بیارن، کلاهای شرعی بسیار درست کنن، کمک‌های انسانی ما می‌خوایم و بقیه موضوعات، بقیه‌اش نظارت افکار عمومی مجرایی برای نظارت نداره، به خصوص افکار عمومی ایران. من به طور قطع میدونم که این پول تا به حال آزاد نشده، انتقال پیدا کرده، استفاده هم نشده و هیچ مجوزی به هیچ کدوم هم داده نشده. حتی در برخورد نفتکش های ایران که در تگزاس بندر کردن و خالی شدن، این تشدید هم شده. مسئله تبلیغاتی توانمند شدن جمهوری اسلامی از این، من فکر میکنم یک مقدار از حجم خودش بزرگتره.
واقعا اینجوری نیست. تا حالا هیچ پولی به بانک جمهوری اسلامی نرسیده و هیچ کدوم از اینها استفاده خزانداری اجازه استفادهش نداده. اگر از دموکرات ها بپرسید، مثل همه اوباما و بایدن، خیلی دلشون میخواد مماشات باشه و به آینده فکر نکنن چیه، این مسئله از زمانشون بگذره، با تروریست باشه، با هر دیدیم که در مورد یمن چیکار کردن، مذاکره کنن و رابطه داشته باشن، موقعیت کنونی رو نگه دارن. این درست خواسته اینها هست، ولی حقیقت مطلب این است که چون نمیشه با تروریست ها مذاکره کرد، چون نمیشه با هاستیج تیک ها مذاکره کرد، یه جا دعوا میشه و کی دعوا میکنه؟ اون که فکر میکرد اینا حرف میزنن دعوا میکنه. امکان جنگ در دوره دموکرات ها بسیار بسیار بیشتره در دوره با ایران بیشتر از ترامپ، برای که بسیار ساده بود و عملش مشخص بود. اینها میخوان در این بازی های نگوشیشن با تروریست از اون به قول معروف باهوشتر نشون داده بشن و این در این جریان گرفتار میشن و این یک گرفتاری، یک آمادگی جنگی است. خب آقای انواری، این پول راه افتاده، یعنی الان در رسانه‌های سوئیس مسئولان سوئیسی گفتن این پول از کره جنوبی به بانک مرکزی سوئیس منتقل شده و قرار در جریان اونجا... بله سرانجام بله بفرمایید. نه ببینید، راه افتاده و مثل پولای قبلی و اینها، این ژستایی که دموکرات‌ها در آمریکا میگیرن که ما با تروریست‌ها مذاکره می‌کنیم، خیلی دارن مذاکره می‌کنن. ماها و سال‌هاست در عمان مسقط نشستن، همون جایی که آقای شهرمهد رو دزدیدن و بردن به ایران، دارن مذاکره می‌کنن. و در جاهای دیگه همینجا در واشنگتن اومده رفتایی بوده، پشت پرده نشستن. زمان ظریف این حکومت یا حامی تروریسم هست یا نیست. اگر هست که نمیشه که مثلا آقای جانکری اعوان انصارش با آقای ظریف بشینن مذاکره کنن، وزیر خارجه همچی حکومتی. آقای ظریف مثلا اولین اقدامش رفت سر قبر عماد مغنیه که قاتل یکی دو آمریکایی بوده و بقیه موضوع. بفرمایید، این پول راه افتاده رسیده به سوئیس و مقصد بعدی هم تهران و حساب‌های حکومت فرنگی در کشورهای اروپایی جای دیگه است. بفرمایید. این پول راه افتاده، بخور بخور داره میشه، دست به دست میشه و بخور بخور. از کره جنوبی که 7 میلیارد دلار بود به دست سوئیس 6 میلیارد دلار رسیده. وان رسیده به اصطلاح کره جنوبی. حالا اینو میخوان به دلار بکنن، بعد به یورو بکنن. تو این جریان حساب رسیدن چقدر میتونن بکنن؟ این 3-4 میلیارد بیشتر نمیشه. تازه میره بانک قطر، وقتی میخواد ایران استفاده کنه یه فرم میکنه، میخوام با این چیکار کنم، میفرسه و اینا میگن آره یا نه. حالا نظارت بعدیش نیست، به خاطر که من فکر نمی کنم انقدر بخوان مینیاتور کنم. ولی اون شکستن اون صدی که من بگم دیگه واکسن خارجی نمیگیریم به خاطر که پولمون نمیخوان خزانه داری آمریکا مقدار رو جهتش مشخص کنه، اون شکست، اون عقب نشینی جمهوری اسلامی که میگم. حالا جریان مذاکرات، دو تا سیستم مختلف داریم. یه سیستم عنکبوتی جمهوری اسلامی داریم که یه سر داره میگه به راست راست به چپ چپ، همه هم به راست راست به چپ چپ میچرخن، به راحتی میشه ده هم بگی که الان کجاست، سر اینجاست، اونا بقیه اونجا، تا اینجا، یعنی اینجوری هم. در آمریکا یه سیستم به قول معروف این استارفیش، ستاره دریایی هست که این هر عضوشه که میتونه تمام بقیه رو بسازه، یعنی اینقدر قدرت توزیع شده که میتونه بکنه. مثلا قسمت انسان دوستانش برای مذاکره آزادی زندانیان سیاسی یک جریانیه که ادامه داشته و داره و یه عده دنبالشن، یه عده وزارت امور خارجه گروهی درست کرده، اونا کارشونو میکنن. باور کنید اونا اکثرشون از مسائل سیاسی بزرگ استراتژیک بیخبرن، برای که استراتژیستا قرار نیست تا اون ساعت بگن اونو بدونه، اون داره کار خودش میکنه. ولی ولش کنی میتونه که نیمچه گاورمنت باشه. اینی که اجزای یک دولت وقتی که در آمریکا یک کاری میکنن نمیشه به نتیجه گرفت که در این جهت داره حرکت میکنه. ولی آقای انواری، ما با اون اجازه بفرمایید، میبخشید، ما با اون جزء کار نداریم، ما با همون استراتژی کار داریم.
بله به قول معروف گفتش در سیستم آمریکایی آدم یه پیچ و مهره است که نمیدونه کجای این ماشین هست، ولی باید کار خودشو بکنه. بله، ولی مسئله اینه این ماشین چجوری میچرخه، این استراتژی قرار به کجا برسه؟ هی پول به حکومت مثلا فقیه دادن برای مصارف بشر دوستانه و عملا این استراتژی آیا حمایت از تروریسم نیست به معنایی؟ کمک نمیکنه به پیش بردن چنین سیاست و عملکردی که حکومت ایران پیش گرفته، تا جایی که یکی از نوابغ حکومت ایران میاد میگه آقای رضایی، خب همیناست دیگه، میاد میگه آقا ما چیز بشه هر آمریکایی رو میگیریم، یه میلیارد دلار میگیریم ازشون. خب یعنی تشویق نیست واقعا به طور مستقیم یا غیر مستقیم این استراتژی که، وگرنه جیم جک و جک جونز و اینایی که مذاکره میکنن احتمالاً دیگه وزیر خارجه ای که میدونه که آقای بلینکن چه خبره یا قراره بدونه. من اینو فکر میکنم همزمانی این انتقال پول که به عنوان آزادسازی ایران بهش میگه و واقعا در پشت حسابی بین قطر و ایران باز نشده و اون ترتش بست از هنوز و تحت کنترل خزانه داریه، بیشتر هم مسئله تبلیغاتی شده و این رو به عنوان کلیت میگم. من از لحاظ استراتژی معتقدم رفتار سیاسی جمهوری مثلا آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی از طرف بایدن، که یک آدمی بود که میخواست با مله‌ها خیلی بیشتر از اون میخواست با پاسداران هم از لیست تروریست برداره و فردا برگرده به برجام، تا اینجا نشون میده ترند و حرکت و روند در جهت باخت جمهوری اسلامی از نظر غرب هست، به خصوص وقتی که اضافه میکنیم با اهمیتی که آمریکا به جنگ روس تجاوز روسیه به اوکراین میده و جهتی که ایران گرفته. من فکر میکنم این مسئله تبلیغاتی بزرگ از به اصطلاح سورس های ایرانی برای نشان دادن این که نه آمریکا با ما بیشتر دوسته. آمریکا برانداز نیست، مثل ماها نمیخواد، هدفش این نیست که بیا جمهوری اسلامی عوض کنه. هدف کشورهای کاپیتالیسم آرامش برای خرید و فروش، برعکس اون چیزی که ما گفتن جنگ را میندازن. اینا درست جنگ را میندازن که یدشون برنده میشن، ولی این چیزی که مارکت نمیدونم زیر پوش فروشی و نمیدونم از این چیزا دارن، خیلی 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 حرکت اقتصادی جامعه رو بزرگ کنه. اینا آرامش میخوان که مردم مسافرت کنن، اینه که واقعا نمیخوان برانداز نیستن. اینا وقتی میبینن مردم به یه طرفی میرن، میرن طرفش، میبینن مردم وایسیدن و ترمز میکنن. واقعا اینجوری من میبینم. خب مردم آقای انواری ببینید، اولا آمریکا برانداز نیست، لشکر کشیده در عراق آقای انواری عزیز، حکومت صدام رو تعدیش هم برداشته و جای دیگه در افغانستان این کاری کرده و جای دیگه. ببینید نهایتا حرف بر سر اینه، نهایتا این کاری که میکنه فقط دوران بایدن نیست، دوران اوباما هم انجام داده، دوران کلینتون هم انجام داده، دوران کلینتون و پیش از کلینتون هم انجام داده. یعنی در خبر سربازان آمریکایی رو میکشن، چشمشو میبنده آمریکا. پیش از اون در لبنان به مقر سربازان مشترک به اصطلاح آمریکا فرانسه حمله میکنن، پایین میارن، کشته میشن، فرانسه عکس العمل نشون میده، آمریکا نادیده میگیره. در زمان کلینتون تلاش میشه دست آقای خاتمی رو بزنن، در دست کلینتون موفق نمیشن. در زمان اوباما که همه میدونیم چه اتفاق، پولایی که آزاد شد، نقد فرستاده شد، مبلغ چقدر بود حالا به طور دقیق هرگز اعلام نشد و الان چنین هست. بس بر سر اینه که نهایتا این اقدام آمریکایی که خواستار آرامشه به گفته شما، این اقدام آیا کمک نمیکنه به این که این حکومت به اقدامات خودش ادامه بده؟ همین الان در تهران جلسه گرفتن، مدال حقوق بشر دادن به کاظم دارابی، تروریستی که رهبران کرد کشته، همون موقع بلافاصله یا مثلا اقدامات دیگه ای که انجام داده. اینو چطور میبینیم؟ ببینید یکی از دوستان عزیز سمت استادی بر بنده داره یه سوال کرد از طرف کسی دیگه که از من که فلانی بپرسید که از مهمانانتون که
در این ماجرا کدوم طرفه که به اصطلاح نرمه کوتاه اومده در این بدبستونی که هست؟ قضیه این هست. بفرمایید. مطالبی که فرمایید درسته. من در مورد ایران میگفتم دولت آمریکا به برانداز نیست تا اینکه و واقعا هم جنگاره که نگاه میکنیم اگرم برانداز بوده رفته حکومت افتاده بعدش نخواست دولت خودشو بذاره فرق میکنه صاحب از ژاپن گرفته تا کره و آلمان و اینا سابقا دیده. ولی مسئله که کدوم طرف نرمش داره، بایدن اول انتخاباتش یه سری قولهایی داده که توش مونده برای یه دی. فشار علیه جمهوری اسلامی به خاطر به اصطلاح جنبش مردم ایران انقدر زیاد شده که تقریبا تمام سیاست های ترامپ رو آقای بایدن انجام میده و صداش در نمیاد. از اینکه جمهور این فضا رو باز کرده برای جمهوری اسلامی برای زنده شدن و نفس کشیدن، از هر نوع عقب گرد و چیز استفاده میکنه که آقای علم الهدا بره بگه ما بردیم. داستان اینه که تا اینجا جمهوری اسلامی راضی شده که پول تو قطر باشه آمریکا کنترل کنه، نه تو کره جنوبی باشه آمریکا کنترل کنه. آمریکا هم نمیدونسته کنترل کنه به خاطر اینکه تعدادش زیاد بوده، حالا فشار کنترل هم زیاد شده. من چیزی که میبینم زیاد این داستان بر خلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی از آزادی حرف میزنه، انتقال به قول معروف دستگرد، همون کاری که آخوندا کردن، پول دستگردان میکردن، اینا دستگردان پول و کم شدنش هست. حالا ببین چند دور میچرخه. ببینید اصلا بحث حقوقی ایجاد کردن در تنگه هرمز، همه ما ساکتیم. گاهی این قسمت مرکز دریای عمان و خلیج فارس و آبهای بین المللی یه نقطه است، یا اون راه بین المللی یا تنگه هرمز مال ایرانه. تا حالا ما فکر می‌کنیم تنگه هرمز کنترلش دست ایرانه، الان داره موضوع عوض میشه. یه فعالیت رو بیشتر در اون جهته. آمریکا هم بعدش نمیاد الان مردم اونایی که میخوان انرژی بگیرن از اینکه جمهوری اسلامی قدرت گرفته. من چیزی جز ضعف و عقبگرد و نگاه کنیم به سخنرانی آقای خامنه‌ای بین سپاه پاسداران، یه مش سپاه پاسداران که چهارزمی نشستن همه به دور جمع شده خودشو قایم کرده پشت آقای خمینی. شما به خمینی کمک کردید. جناب انوری عزیز و گرامی، ببینید اولا در مورد براندازی آمریکا صراحتا و آشکارا و نیمه آشکار در برانداختن نظام پیش از انقلاب دخیل بوده با اقداماتی که اعزام آقای هایزر و نشستن در اونجا و دخالت کردن ارتش چه کند چه نکند و اون فرماندهانی که امضا کردن اون بیانیه پیوستن ارتش به انقلاب رو، یعنی عملا کودتای 57 به رهبری یا ارکستراسیونی که آقای هایزر به نحوی بوده، این بحث دیگری است. ولی درست همینجاست، یعنی درست قضیه همینجاست. در یک سال گذشته، نزدیک یک سال از اون چی که بعد از قتل مهسا به وجود پدید اومد در ایران، تظاهرات و گسترده، همه اینها درست در یه همچین زمان آستانه چون این سالگردی، آمریکا میاد یه پولی در اختیار اینا میده به قول شما که درست هم میفرمایید، دهان گشاد اینها رو بازتر و گشادتر میکنه برای تبلیغات که ببینید آمریکا ناشار شده پولهای ما رو بده و همه اینها. آیا نمیبینه که این آینده ای نداره این حکومت؟ براش مهم نیست مردم چه فکر میکنن در ایران وقتی همچین اقتحال این پولا از هر لابیرنت و از هر پیچ و خمی بگذره و اینا اهمیت نداره برای آقای بلینکن و بقیه ای که میرن میفرسته فرستادگانی که در عمان در مسقط میشینن مذاکره میکنن یا در کاخ سفید مشاوران امنیتی که ادوایز میدن. ما میبینیم همونطور که شما فرمودید اهالی کنگره آمریکا به بایدن انتقاد کردن که این چه اقدامی است، چه دموکرات چه جمهوری خواه. اینا رو نمیبینن، یعنی مردم ایران براشون هیچ مهم نیست یا هست؟ این چه هست؟ بفرم. از لحاظ تئوری باید مردم خیلی مهم باشن و مردم یک کشوری نماینده جهت اون کشورن،
ولی برنامه ریزای آمریکا به خصوص در مسئله نظامی و بین المللی مسئله رو دو جانبه نمیبینن و چند جانبه میبینن. مسئله ایران رو در یک کانتکس رفتار خودش میبینن و رابطه دو جانبه آمریکا و ایران که بده، یکی در به اصطلاح دامنه حوزه خلیج فارس میبینن که رابطه با عرب هاست و اینکه آیا عرب های خلیج فارس دارن از آمریکا روگردانی میکنن و به طرف چین میرن، و برنامه استراتژی قبلی آمریکا برای خروج از خاورمیانه و توجهش به ناحیه چین بود و استفاده اون از جمهوری اسلامی از اون برای که آمریکا رو بیرون کردیم، باعث شده که یک عقبگردی در حال عقبگرد هست. اون عقبگرد به خاطر یک سری مسائل حمله روسیه به اوکراین و حمایت ایران از روسیه، مسئله رو یک مقدار سیاسی در جهت اون دامن اون فضا کرده و در سوریه هم دارن تقریبا خطوط لوجستیک ایران رو در سوریه میزنن، هم اسرائیل و هم آمریکا، و تقریبا قطع شده و میبینیم که یک سری علائم هست که حرکت استراتژی بزرگی که نشون میده به نشان دهنده جدایی از اون به قول مماشات و گفتمان و پوان دادنه. ولی متاسفانه همینجوری که گفتم به عنوان ستاره دریایی اینقدر توانایی هماهنگی و همگونی نداره و این برنامه‌ها در زمان‌های مختلفی میشه. مثلا مسئله حرکت نیروهای نظامی چند ماه پیش انجام شده، شاید به وقایعی که الان داره اتفاق میفته نیفته، ولی از راهبردی باید همگون باشه، باید در اون جهت کار کنه. خب جناب انواری، شما اشاره کردید این ستاره دریایی یک زمانی کاربردی داشت، کاربرد بالاترین کاربرد داشت، اون زمانی که جهان دو قطبی بود، شوروی وجود داشت، آمریکایی وجود داشت، دو اردوگاه معین و هر دو طرف هم میدونستن دارن چه کار میکنن با هدفها و استراتژی مختلف و تاکتیکای مختلف. الان همونطور که شما به مراتب بهتر میدونید، خب عوامل دیگه وارد صحنه شده و همین ناکارایی سیاست دست کم خاورمیانه‌ای آمریکا، چه در زمان جمهوری خواه چه در زمان دموکرات ها، جا رو برای جاپاهای بسیار قدرتمند روسیه و چین فراهم کرده. آمریکایی که یک زمانی کشید کنار خودش از مسائل منطقه، الان دوباره نیرو داره میفرسته اونجا. ما میبینیم همین روسیه‌ای که مورد مذمت هست با تمام کشورهای منطقه، هم از اسرائیل تا حکومت ایران، هم از سوریه تا عربستان، هم از مصر تا ترکیه، با همه روابط دوستانه داره. در حالی که متحدان پیشین آمریکا با اینکه روابط همچنان دوستانه هست، ولی اعتماد چندانی ندارن. عملکردها نشون میده. دست رد به سینه بایدن زدن، تقاضای نفت کردن در عربستان اینو نشون میده و بقیه موضوع. الان آمریکا داره نیروهاشو برمیگردونه یا نیروهای فرستاده اونجا، به چه شکل؟ اطلاعات زیاد دقیقی در عرصه سیاسی خاورمیانه در این زمینه یا مورد اعتماد منتشر نشده. از شما میپرسیم، آیا قصد بازگشت در برابر حضور بسیار بسیار قدرتمند دیپلماتیک روس‌ها، چینی‌ها چه هست؟ در از زمان اوباما و بعد همیشه مسئله خروج از خاورمیانه به آرسن که به اصطلاح مرکز نظامی آمریکا در خاورمیانه هست اعمال میشد که آره ما برنامه‌مون دراداونه. اونایی که کار میکردن بیشتر در مورد که چجوری بیایم بیرون، حالا چه عراق باشه چه افغانستان باشه، و اینم میدیم که مثلا افغانستان آمدن بیرون چه خطری داشت و توجه به چین. همینجوری که فرمودید، با آمدن آمریکا از خاورمیانه بیرون خلایی پیدا شد که طبیعت میگه همیشه جای خالی رو پر میکنه. ایران و چین نفوذشون در اونجا زیاد شد و حتی اعراب دوستان آمریکا هم نزدیکیشون رو با چین در آشتی با ایران به نمایش گذاشتن. بعضی از کشورهای عربی اون اعتمادی رو که آمریکا امنیت اونجا رو حفاظت میکنه و
بر علیه ایران به اصطلاح حس نمی کردن. یکی از اجنده های آمریکا الان به اصطلاح قرار ایجاد صلح بین اسرائیل و عربستانه. عربستان تقاضا کرده بود که مسئله ایران رو باید یه جوری حل کنی، حالا کشتی گیری ها کردن و اینا بقایای اخیره، ولی به طور کلی از لحاظ امنیت آمریکا برای نمایش اون و برای اینکه به خوبی درک کرده که چین در اون ناحیه با نفوذش داره کاری میکنه و به خصوص با اینکه ایران جهت رو جهت طرف روسیه رو گرفته در جهت جنگ، یک بسا آرایش نظامی میده که من فکر نمی کنم نهایتاً به جز احمقی سپاه پاسداران که درگیری های مختصری ایجاد خواهد کرد جنگ بزرگی باشه. ولی این نمایش قدرت دقیقاً به خاطر همین چیزی که شما فرمودید، بالانس قدرت عوض میشه. جمهوری خواه معتقد به این هستن که آمریکا قدرتمنده، باید قدرتش نشون بده، ولی دموکرات با کولیشن و نمیدونم این کارا دارن کار میکنن و فهمیدن که قدرت آمریکا داره کم میشه و عکس العمل های هیجانی نظامی میدن. خب آقای انواری عزیز، ببینید انگلیسی ها هم از منطقه خارج شدن در دهه 60، ولی حضور سیاسی انگلیس همچنان در اونجا نقشی داشته و همچنان هم داره. نه اینکه انگلیس حالا دیگه همه کاره باشه، ولی به هر حال نقشی داره در اونجا، چه زمانی که جزء اتحادیه اروپا بود، چه پیش از اون و چه بعد از اون. این نقش آمریکا رو خود شما هم اشاره کردید بسیار کم رنگ شده. آیا در اهمیتی نداره برایش، یا اینکه در صدد بازسازی چنین نقشی هست در منطقه خاورمیانه، همونطور که اصرار داره روابط عربستان و اسرائیل جوش بخوره که امر خجسته است؟ به هر حال از سه نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا درک کرده و درک کرده بود که 2025 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا رو به چین میده و میدونه که اقتصاد بزرگ دنیا اهمیت زیادی در بقیه مسائل داره. من فکر میکنم اقدام کرد، حتی با تعرفه‌ای که در دوره ترامپ ایجاد شد بر علیه چین، چین رو به حالت یک مقدار رکود اقتصادی فشار داد و اون امکان اولویت گرفتن یا پیشروی چین از آمریکا در اقتصاد یک مقدار به تأخیر افتاد. و این از لحاظ اقتصادی میدونیم، ولی از لحاظ حالا مثلا نظامی میبینیم که یه برخوردی دیگه میکنه، میخوان نشون بده دندوناشو نشون بده، قدرت نشون بده. من فکر میکنم حتی مسئله افزایش نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه پیامی برای چین داره که اینجوری نیست که خاورمیانه رو داری. ولی واقعیت چیزی است که از لحاظ فرهنگی آمریکا باخته در اون ناحیه. اعتماد این که ایران و عربستان برن پیش چین آشتی کنن، آشتی که آقا میگفت که دیروز امروز فردا میکرد که عربستان نابود بشه، حالا براش فرش قرمز میندازه که آقا تشریف بیاره نمیاد، باید نامه شخصی بفرسته. خب زبونی جمهوری اسلامی و خفتش مشخصه و این نشانه ضعفه و مردم باید اینو بدونن و ازش استفاده کنن. خب اینه که شما میفرمایید از نظر فرهنگی شاید بشه بهش گفت سیاسی. ببینید از نظر اقتصادی که اشاره فرمودید چین دست بالا رو در منطقه داره به معنایی، از نظر سیاسی روس‌ها دارن، از نظر نظامی هیچ کدومشون قدرت یا حضور آمریکا رو در منطقه ندارن. بله، حرف بر سر اینه که تا چه اندازه آمریکا اینو مهم میدونه، به اصطلاح از نظر سیاسی نقش قدرتمندی داشته باشه با از بین رفتن اعتماد متحدانش بمون، به خاطر رفتار خود آمریکا از ایران گرفته تا عراق گرفته تا مصر گرفته، زیر پای بقیه رو خالی کردن، زیر پای حکومت‌های دوستان خودش رو خالی کردن. بفرمایید.
یه مسئله رو یه جوری دیگه میبینه. همینجوری گفتم اگر نگاه کنیم به ستاره دریایی، هر قسمتش یه کاری میکنه. نگاه آمریکا از اینکه واقعا قدرت رو از دست میده از زمان بس اواخر اوباما شروع شد که جان بیا قطبی شده بود و توانایی نگهداری و قطبی بسیار کم شده بود. ولی وقتی که نگاه میکنیم به دنیای اطلاعات نگاه میکنه، نیروش گذاشت برای سوشال میدیا، نیروش گذاشت برای آزاد کردن به اصطلاح شرکت های خصوصی برای هر کاری دلشون میخواد، هر دیتایی که جمع میکنن، و الان به عنوان داناترین بانک های اطلاعاتی آمریکا افتخار میکنه که بزرگترین سیستم اطلاعاتی دنیا رو داره. و نه اینکه این سیستمی که درست شده هر روز یه نفر نشسته بالاش میگه که اینا چیکار میکنن، ولی اگر کیسی پیش بیاد به سرعت میشه پیدا کرد جوابش چیه فلان. و با توجه به تکنولوژی که حتی میبینیم، تکنولوژی کشورهای دیکتاتورشیپ در مورد هوش مصنوعی بسیار بسیار عقب تره، به خاطری که اطلاعات اینو به عنوان کارت برنده اقتصادی گذاشته و افزایش و نمایش نیروهای نظامی رو هم جلوگیر کرده، ولی نمیتونه مشکل فرهنگی رو حل کنه. برای که چیه؟ برای که چندتاییه، نمیدونه. آمریکا منم، آمریکا اونه، آمریکا آمریکا یه کشوری شده که انقدر فرهنگ ها زیاد هست، نمیشه توانایی صادر کردن فرهنگ نداره. مثل چین نیست، مثل ژاپن نیست، مثل ایران نیست. خب ببینید آقای اموادی، ببینید آمریکا همونطور که میفهمید تنوع فرهنگی و تنوع و اون نکته‌ای که فرمودید از نظر اطلاعات، خب هم ژاپن اسپورید. ژاپن در صدد این نیست سیاست‌های خودش رو در خاورمیانه اعمال کنه. اقتصادش از برای خودش داره زندگیش رو میکنه و پیشرفت‌های بسیار چشمگیری هم در تمام زمینه‌ها داشته. فرهنگ خودش هم به نحوی حفظ کرده. ولی اینی که آمریکا هست الان ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه، یعنی همون چیزی که بهش میگن گلوبالیست ها ازش حمایت میکنن. بخشی از آمریکا الان در چینه، سرمایه های بزرگ آمریکایی در چین هست، چیزی که ترامپ باش مخالف بود. و آیا این گلوبالیست ها در آمریکا تا چند اندازه اون چی که مصالح آمریکا و ملت آمریکا هست، کسانی که در جغرافیای آمریکا به عنوان شهروند این کشور هستن، رعایت میکنن و چه اندازه متعهد هستن به این؟ یا نه خیر، یک پیوند جهانی دارن، مهم نیست آمریکایی، مهم نیست چینی، مهم نیست حتی روسیه، که این حرف هم هست جنگ اوکراین و بخشی از همینها دارن اداره میکنن و بقیه موضوع ها. بفرمایید. اینکه فرهنگ ملی آمریکا چیست، اون مسئله است به اصطلاح بسیار پیچیده. ولی چیزی که میشه گفت در مورد اینکه فهم آمریکا از نفوذ چین چقدر بوده و این چقدر به گلوبالیزیشن ربط داره بسیار مهمه. من فکر می‌کنم کلای بزرگی سر آمریکا و انگلیس سر گلوبالیزیشن رفت. گفتن آقا مگه شما سرمایه‌دار نیستین؟ مگه سرمایه هر چقدر دامنش توسعش بزرگ بشه بهتر نیست؟ چرا؟ خب مگه چین به اصطلاح کشور تحت حمایت به قول چیز کشوری که باید بهش کمک مالی کرد، تمام تعرفه ها رو همه قطع کردن. و این خود این گول چین رو ساختن به عنوان اینکه یک جایی هست که مثلا اگر 1 بیلیون همبرگر بفروشی، درست برعکس این انجام شد و آمریکا کارگراش، انگلستان برگزیت شد، اینجا مسائل سیاسی به وجود اومد که نشون داد این کارگر نیست. ولی درگیری مسئله گلوبالیزیشن که از لحاظ درگیری بین گروه های تجاری، گروه های علمی فلان اینقدر زیاده که دیسینگیج نشده، یعنی باز نشده هنوز. هنوز عده‌ای در آمریکا به خصوص در
از لحاظ سیاسی در حزب دموکرات معتقدم که گلوبالیزیشن راه حل برای آمریکاست. ولی این نشون داده در کشورهای بسته‌ای مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران، کره شمالی، این رفتار با این نوع کشورها، با اینکه باز کنی بیان سنتر باز کنن برای ترویج کمونیسم یا نمیدونم اسلام به خاطری که حقشونه، نشون داده که واقعا کار نمیکنه. و این ضعف از لحاظ ضعف فرهنگی باعث پیروزی افکار عقب مونده مثل جمهوری اسلامی در که آلمان و آمریکا و این حرفا هست. خب بله، همین انباری هم اشاره کردن. ببینید گلوبالیست ها در واقع اگر مارکس میگفت و بعدها لنین که انترنشنالیست پرولتاریا، طبقه بین الملل، طبقه کارگر با هم متحد بشن، الان شده انترنشنالیزم به اصطلاح سرمایه. و اینه، از این منظر هست که مخالفان گلوبالیست ها میگن اینها که موافق هستن، از جمله بخش بزرگی از حزب دموکرات آمریکا که موافقه، میگن که چپ هستن و کمونیست هستن. از این بابت هست که اگر شنیده میشه که متهم میشن به چپ بودن و کمونیست بودن، که بی اساس هم نیست این حرف. آقای انواری، یک ویدئویی شاید شما هم دیده باشین در همون منطقه چهارمحال و بختیاری، امامزاده کسی رفته چند دفعه حاجت خواسته و دخیلی بسته و اینا، دخیل بسته ولی حاجتی نگرفته، هر درخواستی که داشته، بالاخره دعوا شده با سنگ و هرچی که بوده. حالا این جمهوری اسلامی این همه سالها هی به نشستن مذاکره بر سر مسائل اتمی، و الان هم بر سر گروگان ها بدیم و به راه میاد و فلان میشه و بهمان میشه و اینها، آیا واقعا این درک و این شناخت در وزارت خارجه آمریکا به جز دوره با ترامپ که میبینیم رفتار یه جور دیگه است، وجود نداره که به این امامزاده نمیشه دخیل بست؟ این به راه بیا نیست از بابت اتمی دیگه. مذاکرات ویتنام هم این همه طول نکشید که یه چند ماهی بود در پاریس و جای دیگه، الان بیش از 20 سال مسائل اتمی، 20 ساله یا منافع دیگه ای هست که باید این قضیه ادامه پیدا کنه. چه هست؟ از واسه برنامه های اتمی ایران و بازگشت به مذاکرات، به نظر میاد به خاطر انتخابات آمریکا و به خاطر موضعی که ایران گرفته امکان پذیر نیست. حالا بحث اینه که آیا ایران داره، جمهوری اسلامی داره یه مقدار امتیاز میده برای کم کردن و یا زیاد نکردن فعالیت های هسته ایش، گویا این جریان با اروپایی ها در جریان هست و از پاشیده شدن برجام و مثلا جدا شدن عضو به سخنگوی جمهوری اسلامی روسیه که خودشو صاحب ایران میدونه، صاحب سخن رو گفت، مذاکرات بسیار مشکل شده. ولی گویا در این مدت قولی از ایران گرفته شده که فعالیت های هسته ایش رو اضافه نکنه. و حالا این برای اینا مثل این که مثلا او تروریست گفته من تفنگ دستم حالا خالی نمی کنم، نعیب به این نگاه میکنن. جناب چالنگی، واقعا من بعضی وقتا میبینم اینا میگن چون ادیان مختلفی هست، چون رفتار مختلفی هست، ما نمیتونیم یک گروهی رو. ولی در عمل وقتی که مذاکره میکنن با جمهوری اسلامی، دو سال سه سال میبینن نمیشه، احتمال برخورد زیاد میشه به خاطر که تازه فهمیدن دارن میفهمن که جمهوری اسلامی قابل گفتمان نیست و قابل اصلاح نیست و گذار از جمهوری اسلامی تنها راه برای آزادی مردم و کم کردن خطر تروریسم در دنیاست. و این نکته اگر خوب جا بیفته مشکل حل شده. بله، این دیرفهمی که اشاره میکنم به قیمتهای بسیار گرونی پای مردم منطقه تموم شده، از جمله مثلا در ایران که میدونیم همراهی با انقلابیون، در مصر همینطور حمایت از اخوان المسلمین به روی کار آوردن، و در جاهای دیگه هم در افغانستان هم
عملکرد آقای بایدن بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی نه به وقت مناسب، همه اینها باعث مشکلاتی برای مردم منطقه و به زیان در واقع از جناحی و از منظری که نگاه کرده میشه که در همین واشنگتن هم هست، به زیان منافع ملی آمریکا. سپاس بسیار داریم آقای انواری. اگر این حرفای من نکته هست خلاف واقع از شما میشنویم. با تشکر مجدد از شما و این فرصتی که من دادید، واقعا لذت بردم از نظراتون و از باز کردن این بحث به نوعی که انجام شد. به امید دیدار و تشکر از بینندگان عزیز که دوست میکنن. ممنون از شما آقای انواری. من این توضیح رو بدم به خودشون حاضر هستن شاید جالب نباشه، ولی باید گفت آقای انواری علی‌رغم جایگاه های بالایی که در آمریکا داشته و دارن همچنان، خب فروتنی بسیار ویژه‌ای دارن. ما بسیار فرصت مغتنمی هست هر بار که شما در برنامه هستید برای ما و بینندگان ما و همکاران من. قطعا بدون تردید اطلاعات وسیع و گسترده از معدود ایرانی تبارهای آمریکا هستن که چون این اطلاعاتی در زمینه مسائل دفاعی آمریکا داشته و دارن. با سپاس بسیار از شما آقای انواری گرامی و فروتنی بزرگوارانه ایشون. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان عزیز، سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد امروز رو روز جهانی شاعر اعلام کرده. خب به من اجازه بدید به همین مناسبت یادی بکنم از برادر نازنینم که روز گذشته سالگرد تولد او بود، سالگرد تولد هوشنگ عزیز بود، و یکی از شعرهای او رو با هم مرور کنیم. یکی نه به خاطر اینکه برادر من بود، نه، جایگاه بلند والا و والایی که در شعر معاصر ایران، شعر مدرن ایران داشته، بسیاری از کسانی که اهل شعر هستن این رو میدونن، و یکی از زلالترین و ارجمندترین و پاکترین انسانهایی بود که مظهر پاکی روانی بود که من در عمر خودم دیدم. میشنویم هوشنگ عزیز رو و ادامه خواهیم داد تا لحظاتی دیگه، و امیدواریم تمام شاعرانی که زندگی اونها شعر اونهاست و شعر اونها بازتاب زندگی، تندرست باشند و اگر در زندان هستند به زودی آزاد بشند. میشنویم و با شما خواهیم. وقت باریدن باران ای دوست، هر کسی تنهاست، توی تنهایی پسری را باران شاعر کرد، دختری را گریاند. پشت این پنجره من می شنوم ریزش باران تنهایی را می خواند، ریزش باران تنهایی را می گوید. وقت باریدن باران بود که کسی را از مرز باد با خود آورد. وقت باریدن باران بود که جوانی لاغر ظاهر شد در کوچه و زنی نادم شد. وقت باریدن باران بود. هوشنگ عزیز رو شنیدید. روان او و روان همه رفتگان شما عزیزان شاد. و اما چند خبر رو با هم مرور میکنیم. 31 نفر در استان کرمان به مالاریا مبتلا شدن. مالاریا تا پیش از انقلاب زحمات بسیار، تلاشهای بسیار ریشه‌کن شده بود. حالا سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اومده گفته بله این هست، ولی خب تا به حال کسی نمرده از مالاریا. اصل این که مالاریا اومده به ایران و مدت هاست اومده هر از چنگاه خبرهایی میشنیم، امراضی که ریشه کن شده بود.
رئیس سابق پلیس مبارزه با مواد مخدر آمده و گفته محمد مسعود زاهدیان آمده و با در مصاحبه با یه نشریه داخلی اعتماد حکومتی گفته مصرف مثل کپتاگون اگه درست بگم که کانون تولیدش در عراق است به تازگی آغاز شده و ما هم باید هوشیار باشیم. خیر اینطور نیست آقای محمد مسعود زاهدیان. کانون تولیدش در عراق نیست، کانون تولیدش در سوریه است. نشریات عرب زبان هم بسیار گزارش در این زمینه منتشر کرده و همین یکی نیست، صدای برخی از کشورهای عرب هم در اومده. در سوریه است و یه بخشش هم زیر نظر پاسداران هست، مشترک پاسداران ارتش سوریه و دولت مردان سوریه، و بشار الاسد هم بسیار حمایت میکنه قطعا، برای اینکه بدون اطلاع اون هم چیزی درآمدهای بسیار به ایران میاد، کشورهای عرب منطقه، و از همین طریق هم به اروپا و کشورهای آسیایی دیگه ای میره. بله این مواد مخدر، قرص، هر چی که هست و اینها. و اما در مورد کاظم دارابی و بزرگداشتشون، من در کانال یوتیوب صحبت خواهم کرد، در اونجا به این موضوع خواهم پرداخت، مجال بیشتری خواهد بود که به کجا رسیده قضیه، به اون جایزه حقوق بشر میدن. و در ایران گفتنی های دیگری هست که در اونجا حتما سری بزنید، با شما در میون خواهم گذاشت. دوستان عزیز، 4 زندانی در بلوچستان، سیستان و بلوچستان اعدام شدن بابت ارتباط با مواد مخدر. خب شما ببینید، یعنی از پاکستان مواد مخدر وارد میکردن، شما حالا این حرف که درست نیست، از عراق وارد میکنن که از سوریه میاد عراق و بعد میاد اینجا. اینجا هیچ اتفاقی نمیفته، تا حالا هم خبری نبوده، ولی در سیستان و بلوچستان 4 نفر رو اعدام کردن از اردیبهشت 1402 تا 30 مرداد. 84 زندانی دست کم در بلوچستان اعدام شدند که 4 نفرشون زنان بودند، و از 29 مرداد 41 تا امروز، یعنی 30 مرداد این خبر نوشته امروز، 185 زندانی در زندانهای سیستان بلوچستان اعدام شدند و هیچ کدوم دادگاه علنی نداشتن. چگونه اعدام شدن، چگونه محاکمه شدن و جرم واقعی اونها چه بوده؟ اتهام اعلام شده مواد مخدر است، و آیا مواد مخدر همین مقداری است که از مرزهای شرقی و غربی کشور وارد میشه؟ ابدا، ابدا. سالهای سالی که از افغانستان وارد میکنن با نظارت مستقیم سپاه پاسداران و حکومت فقیه، میلیاردها دلاره، بیش از 3 دهه است، و به اروپا و کشورهای دیگه هم صادر میشه، و مافیای قدرتمند مواد مخدر در جهان میتونه دولت ببره، دولت بیاره در افغانستان، ولی به مسئله تولید و توزیع مواد مخدر هم لطمه نخوره، که نخورده، که دیدیم در افغانستان. سپاس بسیار از همراهی شما. به اتفاق علی عزیز، کارگردان فنی، امین تهیه کننده برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنادرا، کلوند کو، زاگرس تفتان، بینالود، دورفک و شیرکو، کوساران تاراز، منگشت و زردکو، و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد مرد.